عمر ابن خطاب چگونه خلیفه شد؟ مخالفت مردم با خلافت عمر. سلام دوستان، به چنل خودتون سینا پادکست خیلی خوش اومدید. خوشحالم که باز با یک ویدیو دیگه در خدمتتونم. عمر ابن خطاب یکی از برجسته ترین صحابی پیامبر اسلام و دومین خلیفه از خلفای راشدین بود که شیعیان و اهل سنت همواره نظراتی جنجالی و کاملا متفاوت درباره این شخص دارند. یکی از مباحث مهم درباره زندگی خلیفه دوم ماجرای خلافت وی و ناگفته هایی از انتخاب وی به عنوان خلیفه دوم بود که ما قراره در این پادکست به سراغ همین ماجرا بریم و این واقعه رو مورد بررسی قرار بدیم. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. به عقیده بزرگان اهل سنت، ابوبکر عمر ابن خطاب رو با مراجعه به همه پرسی و آرای عمومی به جانشینی خود برگزید. اما نکته جالبی که من در تحقیقاتم بهش رسیدم و تصمیم گرفتم این پادکست رو براش درست کنم اینه که خلافت عمر ابن خطاب در زمان خود مورد اعتراض بسیاری از مردم قرار گرفت و ما در این ویدیو قراره به صورت مفصل و با استناد به گزارش‌های اهل سنت این مطلب رو مورد بررسی قرار بدیم و قضاوت رو به شما مخاطبین عزیز بسپاریم. به گزارش عمده منابع اهل سنت، از جمله شرح زندگانی خلیفه دوم اثر ابوبکر شبلی، سیمای فاروق اعظم اثر ملا عبدالله احمدیان و تواریخی مثل تاریخ کامل ابن کثیر و تاریخ ابن جوزی، ابوبکر در روزهای آخر عمر خود با یک همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی عمر ابن خطاب رو به جانشینی خود پیشنهاد کرد. وی به مسجد رفت و خطاب به مردم گفت: من کسی را از میان بستگان و خیشاوندان خود برای به دست گرفتن رهبری شما انتخاب نکردم، بلکه منتخب من عمر ابن خطاب است. مردم هم یک صدا پاسخ دادن: سمعنا و اطعنا، یعنی حرفت را شنیدیم و از حرفت پیروی میکنیم. بر پایه این گزارش باید قبول کنیم که خلافت عمر مورد پذیرش همه مسلمانان بود، اما با بررسی سایر منابع و گزارش‌های تاریخی متوجه میشیم که بخش قابل توجهی از مسلمانان صدر اسلام با انتخاب عمر به عنوان خلیفه مخالف بودند. امام محمد ابن مفلح مقدسی متوفای سال 763 هجری از فقیهان و محدثان به نام اهل سنت و از شاگردان عالم مشهور سنی مذهب ذهبی در کتاب الاداب و شرعیه در این باره میگه: ابوبکر عمر ابن خطاب رو به عنوان جانشین خود انتخاب کرد. از معیقی به دوسی سوال کردند مردم درباره انتخاب عمر چه نظری داشتند. او گفت: گروهی راضی و گروهی هم ناراضی بودند. سوال کردند: آنها که ناراضی بودند بیشتر بودند یا راضیان؟ جواب داد: آنها که ناراضی بودند. علاوه بر این گزارش، یکی دیگه از مطالبی که در تاریخ ثبت شده و به دست ما رسیده اعتراض مستقیم مردم به ابوبکر برای انتخاب عمر بود. ابوبکر ابن ابی شیبه از بزرگان اهل سنت در اثر مشهور خود المصنف درباره مخالفت‌های مردم و دلایل اونها برای اعلام نارضایتی از انتخاب عمر که همون خشونت ذاتی و اخلاق تند وی بود، این چنین می‌نویسه: وقتی که ابوبکر صدیق در حال احتضار بود، کسی را به دنبال عمر فرستاد تا او را جانشین خود کند. مردم به وی گفتند: کسی را بر ما مسلط می کنی که خشن و بدخلاق است؟ اگر او حکومت را به دست گیرد، سخت گیرتر و خشنتر هم خواهد شد. جواب خدا را چه می دهی هنگامی که او را ملاقات کنی و شخصی بدخلاق و خشن مثل عمر را بر ما مسلط کنی؟ همچنین ابن تیمیه حرانی از عالمان تأثیرگذار اندیشه سلفیه و وهابیت در کتاب منهاج السنه میگه: صحابه با ابوبکر درباره جانشینی عمر صحبت کردند و گفتند:
چرا یک فرد خشن و تند را به خلافت برگزیده ای و او را بر ما تحمیل می کنی؟ فردا جواب خدا را چه خواهی داد؟ این گزارش ها تنها معدود به همین موارد نیست و ما در ادامه تعدادی دیگه از همین مطالب را برای شما عزیزان بازگو می کنیم تا متوجه شدت اعتراض مردم به انتخاب عمر به عنوان خلیفه بشید. ابن حجر هیتمی در کتاب السوائق المحرقه بیان می کنه برخی از صحابه بر ابوبکر وارد شدند. یکی از آنها گفت جواب پروردگارت را چه می دهی آنگاه که از تو سوال کند درباره انتخاب فردی که از تندی و خشونت وی مطلع بودی؟ ابن عساکر در کتاب تاریخ مدینه دمشق طی گزارشی مفصل می نویسه طلحه، زبیر، عثمان، سعد ابن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف هنگام مریضی ابوبکر برای عیادت وی در کنارش نشستند. ابوبکر گفت به دنبال عمر بفرستید که اینجا بیاید. وقتی که او وارد شد چنین احساس کرد که ابوبکر وی را بر مردم برگزیده. پس همگی صحابه از آنجا بلند شده و آن دو را تنها گذاشتند. سپس دنبال علی و اطرافیان او رفتند. علی در یکی از باغ‌هایی که پیامبر اسلام به وی هدیه داده بود مشغول کار بود و همه نزد علی گرد آمدند و به وی گفتند ای علی، همانا خلیفه رسول الله عمر را به جانشینی خود تعیین کرده. این در حالی است که هم خود او و هم مردم می دانند که اسلام ما بیش از اسلام عمر است و عمر روحیه‌ای سلطه‌جویی دارد و کسی قدرت کنترل او را ندارد. پس بیایید تا به نزد ابوبکر رفته و در این زمینه با وی سخن بگوییم. هنگامی که همه نزد ابوبکر جمع شدند، ابوبکر گفت مردم را برای من جمع کنید تا به شما خبر دهم که چه کسی را برای شما انتخاب کردم. مردم در مسجد جمع شدند و ابوبکر بر بالای منبر گفت عمر ابن خطاب به عنوان رهبر پس از شما پسند من است و سپس به خانه خود بازگشت. مردم به منزل ابوبکر رفتند و گفتند جواب خدا را چه می دهی هنگامی که او را می بینی در حالی که شخصی مانند عمر را بر ما رهبر کردی؟ اونطور که من در تحقیقاتم بهش رسیدم دو تن از بزرگترین معترضان به خلافت عمر علی ابن ابی طالب و طلحه الخیر بودند. ابن تیمیه در منهاج السنه می نویسه زمانی که ابوبکر عمر را به جانشینی انتخاب کرد طلحه ناراحت شد و گفت چگونه خدا را می بینی در حالی که فردی بد اخلاق و خشن مانند عمر را بر ما مسلط می کنی؟ ابن عساکر هم در تاریخ مدینه دمشق می نویسه از عایشه روایت شده که گفت وقتی زمان مرگ پدرم فرا رسید عمر را به جانشینی خود انتخاب کرد. پس علی و طلحه به نزد وی آمدند و گفتند چه پاسخی به پروردگارت می دهی در حالی که عمر را امام کرده ای؟ علاوه بر این شخصیت ها گزارش های قابل توجهی هم در دست ماست که نشون می ده حتی بخش زیادی از مهاجران و انصار هم مخالف خلافت عمر بودند. ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامت و سیاست می نویسه وقتی که خبر به مهاجرین و انصار رسید که صدیق عمر را به جانشینی انتخاب کرده به نزد وی رفتند و گفتند چرا عمر را بر ما خلیفه می کنی با اینکه او را می شناسی و می دانی که چگونه با وجود تو در میان ما سخت گیری می کرد؟ حال هنگامی که تو بروی او سخت گیرتر هم خواهد شد و تو هیچ پاسخی در مقابل خدا نخواهی داشت. ابن قتیبه همچنین در گزارشی دیگه مدعی میشه که اهالی شام به انتخاب عمر به عنوان خلیفه معترض بودند. وی بیان میکنه خبر مریضی ابوبکر به اهالی شام رسید و آنها گمان کردند که خبر دیر به ایشان رسیده. پس گفتند ما میترسیم که خلیفه رسول الله مرده باشد و عمر را به جای خود انتخاب کرده باشد. پس اگر او حاکم شده باشد با ما همراهی نخواهد کرد و ما نیز نظر داریم که او را برکنار کنیم. اما در بخش پایانی میخواییم به این پرسش پاسخ بدیم که اساساً عمر چگونه به عنوان خلیفه انتخاب شد.
از نکته‌های جالب انتخاب عمر اینه که ابوبکر قبل از نوشتن وصیت خود از شدت بیماری بیهوش میشه و قبل از اینکه دوباره به هوش بیاد عثمان ابن عفان که کاتب وصیت بود نام عمر رو مینویسه. به گزارش عالم بزرگ اهل سنت یعنی سیوطی در کتاب جامع احادیث، عثمان وصیت خلیفه بعد از ابوبکر را می نوشت، پس ابوبکر به وی دستور داد نام کسی را ننویسد و جای اسم را خالی بگذارد. پس ابوبکر بیهوش شد و عثمان نامه را برداشت و در آن نام عمر را نوشت. پس وقتی ابوبکر به هوش آمد و گفت پیمان نامه را به من نشان بده تا ببینم چه کسی را نوشتی، عثمان گفت نام عمر ابن خطاب را نوشتم. ابوبکر گفت خدا تو را رحمت کند و جزای خیر دهد، قسم به خدا که اگر خودت را هم می نوشتی سزاوارتر بودی. ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حمایت یادتون نره و اون رو برای دوستانتون شیر کنید. ضمناً میتونید در بخش دیسکریپشن یا توضیحات منابع این ویدیو رو به صورت کامل ببینید و اگه دوست داشتید سایر پادکست های چنل خودتون رو هم ببینید و نظرات خوبتون رو برام کامنت کنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.